سلام بر همه دوستان و تمام همیهنان عزیزم، با درود فراوان زیادی. روزهای خوشی داریم سپری میکنیم به امید روزهایی که آزادی مملکتمون رو به دست بگیریم و هممون در شادی و سرور خوشحال باشیم و به امید دنیای بهتری برای فردامون انتخاب کنیم. تو صدای بارونی، مثل خودم پریشونی، تو حال خوبو میدونی، دلیل حال خوبم باش. تو که عزیزتر از جونی، مثل برف زمستونی، با این دیوونه میمونی، منم توی همه دنیاش، منم توی همه دنیاش. این روزا خبرهای گوناگونی که در شاهزاده ما هست در اسرائیل، حتی چه استقبال ایرونی ها کردن و چه مهمونی هایی دادن، خدا میدونه. خب اگر همون ایرونی ها می دونستن که ورودش به تل‌آویو چه روزیه و کی میاد، فرودگاه ولوله می کرد. ولی خب خواستن 20% بیاد و 20% بره و کارش به نفع احسن انجام داد. حتی در دانشگاه پیپانک صحبت کرد، چقدر قشنگ صحبت کرد. You know, we're in the center of academic studies and research, and there's thinking, and there is pondering, and it could even lead to planning. But at the end of the day, what makes a difference is making a decision, making a choice. And in this case, we have to ask, beyond the obvious commonality of interest that Israelis and Iranians have together, as natural partners and allies, for the rest of the world to finally decide which side of history do they want to stand. Do they stand with us, or do they remain silent? Talking about inspiration, Martin Luther King once said, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. ببینید چقدر برای ولایت ما ارزش قائل بودن که وزیر اطلاعات مملکت دقیقه سادی باش بوده و بنیامین نخست وزیر دو بار با ولایت صحبت کرده و مناطق مختلف اسرائیل رو نشون دادن. شما حساب کنید مملکتی که روشنه و تکنولوژیش در کشاورزی، در آبیاری، در دامداری، در هر فرمی که شما حساب کنید بالاست، در همه کوچکترین وجب خاکی که دارن. وسعت مملکت ما چندین برابره و به چه روزی افتادیم؟ نه آب داریم و نه کشاورزی داریم و نه دامپروری داریم، نه هیچی. آب که قربونش برم، خدا رو شکر میکنم که ما داریم به هدفمون میرسیم و به زودی ایران عزیزمون رو میبینیم و خاکش رو بوست کنیم. این آرزو من. ما به شما
نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن. باز مقایسهش با ملت ایران است. اینا باز تو مدارس سمپاچی میکنن، دخترهای جوان ما رو اپندرم میبرن، حرکتهایی که هیتلر کرد که 6 میلیون مردم رو با گاز کش، اینا دارن همون حرکت رو میکنن. ببینین قدم های چه کسایی رو دارن برمیدارن. انقدر کثیفن، انقدر ضد ایرانی هستن که حد نداره. بابا اینا مادرهای فردای ما، مملکت ما به اینا احتیاج داره. ولی اینا تو مرامشون نسل‌کشیه. ولی خوشبختانه میبینیم تمام زنا با تمام وجودشون تو خیابون همونطور که دوست دارن میرن، همونطور که دوست دارن میپوشن، همونطور که دوست دارن آرایش میکنن، دمشون گه واسادن تا آخرین قطعه خون خودشون برای نجات مملکتشون. دستگاه خودش آلودگی های زیادی پیدا کرده. حتی امروز از خود رادیو ایران فهمیدیم نگهبان های خامنه ای رو گرفتن به عنوان جاسوس. حالا هر کی رو خواهن عوض بدل کنن که جاسوس. بابا مملکت شده جاسوس برای یه آدم بی‌سواد بی‌شعور نفهم. حالا اطلاعاتی جدید و مهم از صحبت‌های سرتیپ دوم علی جمعه ملک شاکویی فرمانده سپاه نینوای گلستان در جلسه سری فرماندهان نظامی با خامنه‌ای. او در این جلسه با اعترافی بی سابقه در برابر رهبر نظام می‌گوید در کشور ما با مسئله ضد امنیت مواجهیم. حفاظت اطلاعات در نهادهای مختلف دقیقاً به چه کاری باید مشغول باشد؟ آقایان گزارش می‌کنند که در سال همین چند مدت پیش بیش از چندین هزار نفر سرپیچی و تمرد کردند و دستگیر شده اند. آن هم در مسئله‌ای که پیش آمده به بهانه کشته شدن یک دختر کشور به مرحله بحران هم خواهد رسید. اگر این موارد با دستگیری بیش از 40 نفر از پرسنل مهم سپاه استان که به امر درز اطلاعات دستگیر و محاکمه شدند مقایسه کنیم، امر قابل توجهی نیست. پرونده‌های این پرسنل را اگر بخوانید در مقابل مبالغ کم از 5 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان این مسائل را به خارج هدایت کرده اند. شما حساب کنید که ما در چه مرحله دنیا در چه سطحی داره قدم برمیداره، مملکت ما در چه سطحی داره قدم برمیداره. دنیا داره روز به روز موشک و دم و تشکیل میرسه رو هوا، این داره جوانهای ما رو میکشه. تفاوت دنیا با مملکت ما و کسی که رهبره، رهبری که اصلا بلد نیست حرف بزنه، نمیدونه چی میخواد بگه. پسرش هم که از خودش بدتر فکر نمی کنن. بغل پوتین هم برن بخوابن، باور کنیم میریم سراغش، زنده برش نمی کنیم همه شون. آینده تون رو با آینده اینا گره نزنید، اینا رفتنی هن میرن که البته نمیرن که برن. من مطمئنم همین حالا عشقشون شاید این هشت و شعبی ها باشه، توی گونی میارن مقامات رو تحویل میدن برای 10,000 دلار سر مرز. ببین کی دارم بهتون میگم، شما درست به شما هم نیستید. متاسفانه خیلی وقت داشتید، خیلی ملت به شما فرصت دادن که خودتون رو تحصیل بکنید، نکردید. خب یک واقعیت وجود داره که دیکتاتور عذرخواهی نمیکنه، تعدیل نمیکنه، سقوط میکنه و شما هم مثل بقیه دیکتاتورها همون عمل کردو دارید. الان خبر دارم از مرزها گر دارن فرار میکنن، خونه‌هاشون رو به چه قیمت ارزونی دارن میفروشن که بتونن پول بردارن فرار کنن. خب همین ارزای مملکت داره خارج میشه، این پولا که بعد میگرده تو ایران، هرچی پول ایران داره میره چی جاشه؟ اینا نه طلا رو که به بردن ارز کنن، نفت رو که از این بر بونور کردن، گاز رو از این بر بونور کردن، همینطور بخشیدن با امید خدا که چیه دوتا ابرقدرت بهش میگم به به چه چه. اون وزیر امور خارجش که اصلا نمیتونه انگلیسی حرف بزنه، چی بگه قیافه عکس گرفتن میگیره با این اون دست بده. این شد مملکت داریشون. ما در شرایطی هستیم اعتصاباتمون زیاد شده، خیلی قوی شده و دوست دارم بیشتر ادامه پیدا کنه و بیشتر همین اعتصابات کمرشون رو بشکنه و همونطور که دوست دارید در خیابونا را ول نکنید،
مردم کارهایی که دوست دارین انجام بدین، بدونین که اینا دیگه جایی در میان دنیا ندارن. وای بال ملت ایران. کارگران و اصناف مختلف برای بی‌سابقه ترین اعتصابات علیه رژیم آخوندی آماده می شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به وعده سرپرست بانک مسکن برای پرداخت وام 4 میلیارد تومانی به متقاضیان مسکن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هر گونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکتبار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است. همچنین در بیانیه ای بی‌سابقه که در روزهای گذشته منتشر شد، کارکنان شرکت نفت و گاز برای روز 2 اردیبهشت فراخوانی سراسری جهت اعتصاب و اعتراض اعلام کردند. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که با کوتاه شدن فاصله اعتراضات و همچنین تجاربی که مردم انقلابی از دفعات قبلی خیزش خود به دست آوردند، این بار با موجی سهمگین از اعتراضات و اعتصابات روبرو می‌شود. حالا اون بگه حجاب بپرسید رو بسیجی ها، اون یکی میگه حجاب بپرسید دست سپاهی ها. اصلا معلومه چی میگن؟ هر آخوند شیپیشویی از خودش داره یه حرفی میزنه. اصلا مملکت ولوشو شده. این آخوند ها اشتیکه و ننشون که در مورد باید داره حرف میزنه. چی میگن؟ امیدوارم به زودی همه رو در ایران ببینیم، مخصوصا دوستای خوبم یک کافکایی باشون در ارتباطمون و دوست دارن که به قول خودشون صفایی دستشوی یخش هم صدا بده. حتمی اون روز نزدیک شادی ایران، ملت ایران، باور کنیم آزادی ایران، حتی خاک ایران به جنب جوش میفته. باور کنیم. وای به حال پرنده ها و حیوانات دیگه و غیره و انسان های دیگه. ایران دوباره میشه ایران، ایران دوباره میشه ایران. زنده باد ایران، پاینده باد پرچم شیر و خورشید ایران، جاوید باد شاهزاده رضا پهلوی ما، زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی لعنتی.